ببینیم سوالمون چی میگه. میگه اگر از واکنش دو برای حذف CO2 حاصل از واکنش یک استفاده شود، ببینید نگاه کنید کلسیم کربنات اومده با اکسل واکنش داده CO2 تولید کرده، بعد میگه این CO2 رو اومدیم توی این واکنش مصرفش کردیم. خب و سرعت واکنش دو نصف سرعت واکنش یک باشد، بعد از 4 دقیقه 1 مول CO2 هست نشده با در ظرف موجوده. ببین اون دو تا واکنش انجام شده، میگه 4 دقیقه گذشته یه مقدار CO2 تولید شده، یه مقدار CO2 مصرف شده، این وسط 1 مول باقی مونده، یعنی مقدار تولیدی منهای مقدار مصرفی برابر با 1 مول بوده. خب میگه در این گستره زمانی سرعت واکنش یک چقدره؟ خب خوب توجه کن، من میگم که سرعت واکنش دو نصف چیه؟ سرعت واکنش یک. یعنی این که میگم آره دو به آره یک مساوی با 1/2. حالا من توی 4 دقیقه خوب دقت کن، نگاه ضریبای استیکیومتری کن، من میگم توی 4 دقیقه من چقدر تولیدی داشتم؟ 4x تولیدی داشتم. توی همین 4 دقیقه اینجا چقدر مصرفی داشتم؟ ضریبش یکه دیگه. من اگر با ضریب بخوام در واقع سوالمو حل بکنم، میگم 4x تولیدی داشتم. حالا این تولیدی بوده. حالا توی همین 4 دقیقه سرعتم گفته نصف اینه، یعنی چقدر؟ یعنی 2x مصرفی داشتم. خب باقی موندم چقدر میشه؟ میشه 2x. درسته؟ این 2x رو گفته برابر با چقدره؟ 1 مول. از اینجا ایکس هم به دست میاد چند؟ 0.5 مول. ایکس حالا چیه؟ ایکس میارواقع مقدار تغییرات واکنش منه. دقت بکن ضریب CO2 یکه، درسته؟ ضریب CO2 وقتی 1 باشه، من سرعت واکنش 1 رو بخوام به دست بیارم چه اتفاقی میفته؟ برابر با سرعت CO2 میشه دیگه، درسته؟ سرعت CO2 توی هر دقیقه به اندازه 0.5 مول تغییرات داره، درسته؟ پس جواب میشه گزینه 2، یعنی 0.5 مول من تغییرات CO2 توی 1 دقیقه دارم. پس آرش میشه چی؟ آر CO2 که این هم برابر با آر واکنش هم هست. جواب میشه گزینه 2.